و در همین ارتباط همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از واشنگتن اردوان جزئیات روش ها و هدف های این حملات به طور مشخص چه چیزهایی هست چگونه هستش؟ چیزی که سازمان های امنیتی و اطلاعاتی و همچنین سایبری ایالات متحده آمریکا امروز برش تاکید داره در واقع موضوع تازه ای نیستش ما میدونیم گروه های که به طور مشخص از روش های بد افزار و نصب بد افزار ها از طریق ایمیل یا از طریق رابطه های دیجیتال باش در واقع با پوسته های افراد آشنا در حالی که پشتش هکرها پنهان شدن چیز تازه در از طرف جمهوری اسلامی نیست و پیش از این در کمپین های انتخاباتی سال 2016 سال 2020 و همچنین نفوذ به سیستم های بهداشتی سوخترسانی رسانی و زیر ساخت های آمریکایی تاکنون وجود داشته که چندین گروه از گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی از جمله لمون سندروم روبیدیوم و پاینر 10 جز گروه های بودن که در لیست امروز شده اسمشون این گروه ها حتی پیش از سال 2017 هم تلاش های کردن با ارسال بد افزار ها که معمولا این جور بد افزار ها فقط به معنای این نیستش که شما باید مراقب امنیت ایمیل یا در واقع زیر ساختاتون باشین بلکه اونها لینک هایی رو میفرستن که به هر علتی از نظر شما آشناس و نگرانی نداره و در حالی که با کلیک روی اونها ورود اون پوشه ها و چیزهای از این دست اطلاعات و داده های شما رو تخلیه میکنن و در عمل برای روش های مختلف و سوء استفاده و یا حتی باجگیری ازش استفاده میکنن زیر مجموعه سازمان های امنیتی سایبری در آمریکا اف و کسانی که دست در کار حفظ امنیت دیجیتال در آمریکا هستن با این بیانیه تاکید کردن که این حملات فقط نه به ایالات متحده آمریکا که تاکنون با هدف قرار دادن ایالات متحده امارات متحده عربی اسرائیل و آذربایجان و چند کشور دیگر هم بوده با این تلاش در واقع یک حرکت گسترده ای رو نشون میده که جمهوری اسلامی آغاز کرده که پیش از این هم اف بی آی در چبات و انتخابات در ایالات متحده آمریکا هشدار داده بود ما میدونیم پیش از این گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی با ارسال ایمیل ها و همچنین تشکیل گروه های دیجیتالی و گروه های مختلف در فضاهای مجازی که کاملا به طور واقعی غیر واقعی هستند در اصل سعی کردن در به نوعی بار تغییر مدل افکار عمومی و مهندسی اجتماعی تاثیر مستقیم بر اتفاقات بذارن و همچنین در کمپین های انتخاباتی با نفوذ به اعضای کمپین های دموکرات ها و جمهوری خواهان نیست این تلاش رو داشتن تا موازنه رابطه بین سازمان های دموکراتیک رو در ایالات متحده آمریکا به هم بزنن این هشدار حالا شامل کشورهای دیگری هم میشه که ذکر شده بله ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که همکارم همراه ما بودیم